نمیتواند که به تنهایی گام بردارد و لکنت زبان هم دارد. سمیه در یک خانواده معتاد چشم به جهان گشود. اعتیاد پدر و مادرش به مواد مخدر او را از ابتدایی ترین خدمات صحی محروم نگاه داشت و با گذشت زمان حالا در چنین وضعیتی انداخته است. من کار میکردم، باز کار میکردم. امی معتاد، او که معتاد بود به من کم کم میداد. خیلی خسته بودم، من پادر بودم که خودش میکشیدم. دیگه نفهمیدم که این عمل میشه با ما. با امی بچه هم که دو ساله و یک پنج ساله داشتم با یکم سویت قضی بود از سن دو سالگی با فلش شد تشنش کرد. دیگه نتونستم بزید برسیم. مادر سمیه میگوید تصمیم دارد که مواد مخدر را کنار بگذارد و به زندگی خود و دخترش برسد. دختری که حالا بیماریش خیلی پیشرفته شده و برای درمان نیازمند همکاری دولت است. حالا که بابا ازی هم ترک میکن. معتادم. ما به کلینیک هم بابا ازی که به خونه هست. همی از دولت تقاضا میکنم که کمک بکنم که بیشتر آینده ازی خرابتر نشه، بلکه روز بروز بیتر شه، یا کمک بکنم از افراد خیر. یا کمک بکنم یا جای ببرم یا اینه که نه. بم خونه بزی کمک کنن که ما بتونیم برسیم، مال که ما مهم ترک کنیم. روانشناسان در مرکز ترک اعتیاد زنان نیز میگویند که سالانه ده ها کودک همراه با مادران معتادشان به این مراکز آورده میشوند که به دلیل بی‌توجهی ها به بیماری های گوناگون مبتلا میباشند. خانم ها و اطفال که به ما مراجعه میکنن، بین از خانم ها و اطفال ده ها طفل ما مواجه شدیم به این مسئله که این طفل ها به خاطر از اینکه مادر و پدرشان یا اعضای فامیلشان از مواد مخدر رنج میبرن، این طفل ها از خدمات صحی محروم میمانن و همین باعث میشه که طفل از یک طفل نرمال، یک طفل که بتونه مثل دیگه بچه ها بازی کنه، درس بخونه، بار نمیه. در حال حاضر چندین مرکز خدماتی برای مواظبت از کودکان معلول و بی‌سرپرست در هرات فعالیت دارد. اداره محلی هرات میگوید که در تلاش افزایش سهولت‌ها در این مراکز هستند. تلاش جدی ما این هست و از طریق مراکز درمانی و مراکزی که از معلولین حمایت میکنن، خدمات لازم را به این کودک و همچنین سایر کودکانی که به چنین مشکلات مواجه هستند ارائه بکنیم. در ولایت هرات خانواده های هم هستند که به گونه گروهی درگیر اعتیاد با مواد مخدر میباشند. در چنین خانواده ها به مشکلات کودکان کمتر رسیدگی می شود و این چالش حتی مسیر آینده این کودکان را رقم می زند. معصومه حیدری، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.